من نمیدونم چقدر نشستن طراحی کردن کار کردن تا بتوانند در تهران آشوب راه بیندازن به یک بهانه‌ای. خدا میدونه که از چه مدت قبل اینا نشستن طراحی کردن. خب چه شد؟ غیر از این شد که مردم از اون چه که بودند بیدارتر شدند. اگر کسی خیال میکرد که لازم نیست دیگه بیاد توی میدان از نظام جمهوری اسلامی دفاع کنه، با این حوادث همه احساس کردن که باید همیشه حاضر باشن برای دفاع از جمهوری اسلامی. گاهی اینجور است که دشمنان بین المللی ما این جنجالها را راه میاندازن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار کنن به باجدهی، مثل خیلی از دولت‌هایی که به مجردی که یک خطری احساس میکنن میرن در مقابل اون ارباب بزرگتر حاضر میشن باج بدن، باج پولی بدن، باج سیاسی بدن. امام باج نداد، این رو همه بدونن. ما هم به هیچ کس از طرف ملت ایران و از طرف خودمون باج نخواهیم داد. اگر بخواهیم مسلمان زندگی کنیم باید قدرتمند باشیم تا بتوانیم از خودمون و از هدفمون و از عقایدمون در مقابل دشمن دفاع کنیم. باید قدرتمند باشیم تا بتوانیم از حقوق کشورمون، از حقوق ملتمون به عنوان یک ملت از حقوق خودمون دفاع کنیم. این رو هم فهمیدیم، دنبال این هستیم. اینا جرمه برای یک ملت؟ پس حرف ما حقه، پای این حق هم ایستادیم، این را هم معتقدیم که اون وقتی که حق با باطل درگیر بشود و روبرو بشود، اگر اصحاب حق راست بگن پای حق بایستن، قطعا باطل شکست خواهد خورد. آحاد مردم، مسئولین، غیر مسئولین، جوانها، بخصوص جوانها، بخصوص کسانی که سخنشون حرفشون تأثیر دارد، اینها احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندن. هیچ کس نگه من تکلیفی ندارم، من مسئولیتی ندارم. همه مسئولن. مسئولیت معناش این نیست که اسلحه ببندیم بیایم تو خیابان راه بریم. در هر کاری که هستیم احساس مسئولیت کنیم، مسئولیت دفاع از انقلاب و از نظام جمهوری اسلامی، یعنی از اسلام، یعنی از حقوق مردم، یعنی از عزت کشور. یک نمونه واضحش همین نه دی بود که اشاره کردن. نمونه های دیگر هست، 22 بهمن در پیشه، دهه فجر در پیشه. حضور خودشون را، آمادگی خودشون را، سرزندگی و نشاط خودشون را مردم نشان دادن، بازم نشان خواهند داد. مسئولین کشور بالخصوص باید همه تلاش خودشون را بگذارن که مشکلات رو با سرپنجه تدبیر، با کار مستمر، با خسته نشدن، با شوق و ذوق و توکل به خدا و کمک خواستن از خداوند برطرف کنن، مشکلات رو حل کنن. منظور مشکلات سیاسی و امنیتی نیست، اینا جزئی از مشکلات هست. مشکلات کشور، پیشبرد کشور، اقتصاد کشور، علم کشور، مسائل اجتماعی گوناگون بر عهده مسئولین است، مسئولان قوای سگانه و همه مسئولان کشور. وظیفه خودشون بدانن برای این ملت، کار و کار و کار، تدبیر و تدبیر و تدبیر. وظیفه آحاد مردم در قبال مسئولین هم اعتماد کردن به مسئولین و همراه بودن با مسئولین است.
اعتماد به مسئولین و همراه بودن به مسئولین معناش این نیست که ما به مسئولین تذکر ندیم، اونجایی که لازمه از اونها انتقادی بشه انتقاد نکنیم، نه، اما با هم باشیم.